بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. مجموعه خبری 53 را پی میگیریم. اما در آغاز سرخط خبرها. تاکید ریاست اجرایی بر ماندن نیروهای آمریکایی پس از پایان سال آینده میلادی. دکتر عبدالله عبدالله در دیدار با فرمانده مرکزی ارتش آمریکا گروه‌های تروریستی جدید را خطر جدی برای افغانستان خوانده است. نگرانی ها از میزان بلند واردات در کشور. اتاق تجارت و صنایع حمایت از تولیدات داخلی را راه حل این مشکل می داند. و پایان شرایط جنگی میان کره شمالی و جنوبی. امروز سه‌شنبه سوم سنبله سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 25 آگوست سال 2015 میلادی. مجموعه خبری 53 با من محمد سجاد یاسا. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در دیدار با جنرال جیمز آستن فرمانده مرکزی ارتش آمریکا گفته است که آمریکا با توجه به تجمع گروه‌های جدید تروریستی خواهان بررسی تاریخ خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان شده است. قرار است تا پایان سال 2016 میلادی تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، اما رئیس اجرایی حکومت گروه‌های تروریستی را خطر جدی برای افغانستان می‌داند. ریاست اجرایی در خبرنامه می‌گوید فرمانده مرکزی ارتش آمریکا تأکید کرده است که کشورش با توجه به حالات افغانستان درباره خروج و عدم خروج نیروهایش تصمیم خواهد گرفت. از سوی هم دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی یادآور شده است که نیروهای امنیتی افغانستان هنوز هم به تجهیز شدن از سوی آمریکا ضرورت دارد. اداره حمایت از سرمایه‌گذاری از کسر بیلانس تجارت کشور نگرانی می‌کند و بر حمایت از تولیدات داخلی تاکید دارد. مسئولان این اداره می‌گویند که افغانستان سالانه تنها به ارزش نزدیک به 6 میلیارد دلار مواد غذایی و ساختمانی وارد می‌کند. در همین حال وزارت تجارت و صنایع کشور می‌گوید تا زمانی که از تولیدات حمایت نشود کسر بیلانس تجارت در حالت کنونی باقی خواهد ماند. شرح بیشتر از وثیق الله عظیم. نخستین نمایشگاه بین المللی و تخصصی مواد ساختمانی و غذایی افغانستان در کابل برگزار شده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که سکتور خصوصی در حالت نامناسب قرار دارد. آنان هشدار میدهند که اگر حکومت از سرمایه گذاران حمایت نکند آینده اقتصادی کشور نگران کننده خواهد بود. با وجود که وضعیت سرمایه گذاری و وضعیت تجارت نامناسب است، فشارها و مشکلات زیاد ناشی از ناامنی، بی‌ثباتی، عدم حمایت کافی دولت از سکتور خصوصی و مشکلات زیاد وجود دارد، باز هم سکتور خصوصی با مبارزه خود، با مجادله خود ادامه میتن و کوشش میکنن با امیدواری کامل که از فرصت‌های بسیار ناچیزی هم که وجود دارن از او استفاده اعظمی بکنن. اینو ما که میگن همه ماشینری هاش اینجا موجود هست، ما ایره آماده میکنیم. مشتری ما به هر خواستی که باشن و هر طرحی که داشته باشن ما برای از اونا آماده میکنیم. ما یه خوبی دیگه ای که داره، ما از جلوگیری از این میکنیم که تعمیر خود رو از بین نمیسازیم. مثلا ما از کانکریت نمیخوایم استفاده بکنیم یا از گادر نمیخوایم استفاده بکنیم. اگر ما از گادر استفاده بکنیم وزن تعمیر ما بیشتر میشه. ما مکمل یعنی چیزی که تخت خود چیزی که هست در ترکیه جور میشه، حالا فعلا در داخل افغانستان جور میگه. باید دولت ما را همکاری کنه که ما بهتر از این بتونیم کل کار ما خود ما سرمایه‌گذاری کنیم، کل چیز ما خود ما به دست خود بگیریم، تا که ما از ملکای بیگانه این چیزا را خریداری کنیم به دست ما به بیگانه ها دراز باشه. باید ما از خود یک چیز داشته باشیم. با این حال اداره حمایت از سرمایه‌گذاری از کسر بیلانس تجارت کشور نگرانی میکند و بر حمایت از تولیدات داخلی تاکید دارد. مسئولان این اداره میگویند که افغانستان سالانه تنها به ارزش نزدیک به 6 میلیارد دلار مواد غذایی و ساختمانی وارد میکند. واقعیت ببینید در حدود ممکن در تا 4 میلیارد دلار ما واردات مواد غذایی داشته باشیم. ما در بخش مواد ساختمانی در حدود ارقام دار سال 1393 در حدود 1.1 میلیارد دلار ما واردات مواد ساختمانی داریم. این ارقام سبز دارد. بالا می دو چند از این می باشه با خطر پاچان قرض مسائل قیمت هاست فساد و سیکه با مثلا
سمنت 240 میلیون دلار ما سمنت وارد کردیم. در حالی که امیار در سه فابریکه کلان سمنت افغانستان در این نمایشگاه تاکید بر این است که باید از تولیدات داخلی حمایت صورت گیرد. معین وزارت تجارت میگوید که اگر تولیدات داخلی حمایت نشود، کسر بیلانس تجارت همچنان در وضعیت کنونی باقی خواهد ماند. ساختمان ده یو غذایی مواد دی و ساختمان که منگا او روز منگا زیادتر واردات ده خارج ندی، کاغذ منگا سیخ ده، کاغذ منگا سمنت ده، که داغی نور ها ضروریات دی چه منگا لرو ها ده خارج نمون وارده. په غذایی موادو کې تقریبا هر شی موږ د خارج نه واردو، ولې په داخل د افغانستان کې په دواړو سکتورونو کې موږ ډیر زیات پوتنشل لرو چې وکولی شو په داخل د افغانستان کې دا تولید کړو. مثالونه یې ډیر دي، بالخصوص په غذایی موادو کې موږ په ډیرو بخشونو کې وکولی شو چې خودکفا اوسو و حتی صادرات هم ولرو خارج د افغانستان ته. انتقادها از بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور در حال افزایش یافته است که در 14 سال گذشته بسیاری از بخش‌های اقتصادی افغانستان متکی به قراردادهای نیروهای بیرونی بوده است. حالا که بخش بزرگی از این نیروها افغانستان را ترک کردند، میزان بیکاری افزایش یافته است و بسیاری از شرکت‌ها نیز در حالت ورشکستگی قرار گرفتند. بیش از 40 تن از افراد وابسته به گروه طالبان در جریان چندین رشته عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. دفتر رسانه‌های وزارت امور داخله در خبرنامه‌ای گفته است که این افراد در یک شبانه روز گذشته کشته شدند. خبرنامه افزوده است بر علاوه کشته شدن 41 طالب، 16 تن آنان زخم برداشته و 11 طالب دیگر بازداشت شدند. وزارت داخله میگوید که در جریان عملیات نیروهای امنیتی مقدار جنگ افزار طالبان نیز به دست آمده است. شماری از فعالان مدنی و نمایندگان مردم غزنی در مجلس نمایندگان از افزایش ناامنی و گروگانگیری در ولایت غزنی ابراز نگرانی می کنند. آنان مدعی هستند که مسئولان محلی غزنی برای تامین امنیت باشندگان این ولایت تلاش نمی کنند. نمایندگان غزنی در مجلس از حکومت مرکزی می خواهند برای مهار ناامنی و گروگانگیری در این ولایت مسئولان کنونی را برطرف و افراد شایسته را بگمارند. در همین حال سرپرست ولایت غزنی این ادعا را رد می کند. منیب شاهین با شرح بیشتر این خبر. غزنی از ولایت هاییست که از چند سال به این سو باشندگان یا از نبود امنیت در این ولایت شکایت دارند، شکایتی که ظاهرا حکومت با آن توجه نکرده است. در کنار افزایش جنگ، گروگانگیری از دیگر مشکلاتی است که باشندگان غزنی با آن دست و پنجه نرم میکنند. شماری از اعضای جامعه مدنی و نمایندگان مردم غزنی در مجلس نمایندگان از افزایش گروگانگیری و ناامنی ولایت غزنی شکایت دارند. آنان مسئولان محلی غزنی را درباره تامین امنیت به کمکاری متهم میکنند. از طریق قدیمی رسانه‌های شما ما شنیدیم که جناب والی صاحب برای مخالفین گفته بودند که شما، یعنی اگر میزنینن و گفته شما نزنین غزنی را، و گفته ما تحت فشار خارجیاییم، از بیرون سر ما فشار وارد میشه، خواهی ما چطور کنیم که نزنیم؟ خواهی که میزنین یک الا دو راکت بزنین که در سر از امون راکتی که والی صاحب قمانده کرده بود در پلان سانه سر یک خانه افرود آمد که در اونجی 6 نفر اطفال و زن قربانی داد. بار نمایندگان مردم غزنی در مجلس نمایندگان سرپرست آن ولایت را با همکاری مخالفان مسلح متهم کردند، ادعایی که هر بار از سوی سرپرست ولایت غزنی به اساس خوانده شده است. این بار شماری از اعضای جامعه مدنی و نمایندگان مردم غزنی در مجلس نمایندگان خواهان برکناری سرپرست ولایت غزنی شدند. والی ولایت غزنی همدست با طالبان بوده و باید در اسرع وقت از کارش برکنار شود و به جای شخص معرفی شود که از جنس طالب و طالب نما نباشد. دیگر وضعیت قابل تحمل نیست، حتی در شهر هم شما نمیتوانید احساس امنیت کنید. هیچ کس نمیتوانید بگویید ما کارمند فلان اداره هستم یا خبرنگار هستم یا حداقل تجار هستم. اینی توی یک شرایط باعث میشه که حس وطن گریزی هم در بخش نخبه های جامعه و هم در قسمت سرمایه گذاری از مملکت فرار کنه. با این حال سرپرست ولایت غزنی ادعاها را رد میکند و میگوید که اکبر قاسمی متهم به غصب زمین است. متاسفانه خودش 100% در ممنیحه خودش دست داره، اما کسی که گپ میزنه در تمام ممنیحه ولایت غزنی دست داره. به این خاطر دست داره که خودش یک آدم دزد است، همیشه گوسپنده مردم را دزدی کرده، شطور را دزدی کرده، معدنیات را کشیده و دزدی کرده، مسجد را دزدی کرده،
هر نوع دزدی که در توانش بوده اون کده و در نامنیها هم خودش دست داره، اختطاف میکنه، گوسفند دزدی میکنه، مردم از بین را میبره و همه ارگانه امنیتی شاهد است. و هر نوع امنی که در ولایت غزنی دزده میشه دست خودشان است و حتی به مسائل قبیلوی و منطقوی هم دست میزنه. و ادعای این انسان روزی اول نیست، از پنج سال بی طرف بی خطری به ما داره که علی در غزنی بین ما یک ارگان بیا شاهد بکشن در اوجه که به هزارها جریب زمین غصب کده. این خواستها در حالی از سوی شماری از باشندگان غزنی با حکومت مرکزی را می شود که این نو خواستها از ولایت های مختلف با آدرس حکومت ارائه شده است، اما ظاهرا دیده شده که حکومت توجهی به خواست مردم نکرده است. وزیر زراعت و مالداری بر میکانیزه شدن سکتور زراعت در افغانستان تاکید میکند و میگوید که رشد زراعت در کشور بستگی به استفاده از وسایل مدرن دارد. در همین حال چین 300 اراده تراکتور را به وزارت زراعت کمک کرد. سفیر چین در کابل از ادامه کمک های کشورش به افغانستان به هدف میکانیزه شدن زراعت و رشد ظرفیت دهقانان خبر میدهد. شرح بیشتر از حضرت محمدی. افغانستان به عنوان کشور زراعتی در منطقه و جهان شناخته می شود. در حال حاضر 80% مردم افغانستان با کشاورزی و مالداری اشتغال دارند و 31% درآمد ناخالص ملی از محصولات زراعتی به دست می آید. بخش بزرگ صادرات افغانستان نیز محصولات زراعتی و دامداری است. وزیر زراعت و آبیاری مالداری در محفل تسلیم دهی 300 اراده تراکتور از سوی کشور چین به افغانستان بر میکانیزه شدن زراعت در افغانستان تأکید میکند و میگوید که رشد زراعت در کشور بستگی به استفاده از وسایل مدرن زراعتی دارد. میکانیزه سازی زراعت و دستیابی به وسایل و امکانات پیشرفته‌ای زراعتی که از عمده‌ترین عوامل تولید است، نقش بسیار ارزنده و مهم را در رشد زراعت دارد. به گفته وزیر زراعت و مالداری، این بسته کمکی چین شامل ماشین های قلبه، دستگاه آماده سازی زمین برای کشت، دستگاه علف درو، 100 پایه دستگاه کشت شالی و 10 دستگاه پریس علف است که بیش از 8 میلیون دلار آمریکایی هزینه برداشته است. قیمت مجموعی این مساعدت ها 48 میلیون و 400 هزار ین یعنی چینایی که معادل آن 8.5 میلیون دلار آمریکایی می باشد کمک شده. ماشین آلات یاد شده به طور کامل به افغانستان آورده شده و از 10 تن متخصصین چینایی برای بسته‌بندی این تراکتورها عملا در امین ساحه که کار می کند تا 70 تن از کارمندان مسلکی و فنی ریاست میکانیزه زراعتی مرکز و ولایت را آموزش داده. در این حال سفیر چین در افغانستان بر رشد زراعت در افغانستان تاکید میکند و از ادامه کمک های کشورش به بخش زراعت جهت غنامندی این بخش سخن میگوید. تیم های تکنیکی چین جهت بهبود و ظرفیت سازی در بخش زراعت به افغانستان آمدند. افغانستان کشور زراعتی است و نیاز به توسعه زراعت دارد. این کمک میتواند در رشد و ترویج ماشین زراعت در افغانستان کمک کند. ما با کمک های خود برای غنامند شدن زراعت در افغانستان ادامه می دهیم. این در حالی است که پیش از این نیز مسئولان وزارت زراعت و مالداری گفته بودند که در سال روان خورشیدی محصولات زراعت در افغانستان افزایش چشمگیر نداشته است. کار ساخت جاده حلقوی ولایت هرات آغاز می شود. وزارت فواید عامه به همین هدف قرارداد برزش 24 میلیون یورو را با یک شرکت خصوصی به امضا رساند. هزینه ساخت این جاده حلقوی از سوی ایتالیا پرداخت می شود. قرار است این جاده به طول 24 کیلومتر و عرض 5 متر در 18 ماه تکمیل شود. حفیظ الله سالنگی گزارش دارد. ولایت هرات یکی از شهرهای بزرگ افغانستان به شمار می رود و بعد از تورخم دومین گمرک بزرگ کشور را در خود جا داده است و یک ولایت بزرگ تجارتی کشور به شمار می رود. اما هنوز این ولایت جاده حلقوی به شکل پخته و اساسی ندارد. حالا به ارزش بیش از 24 میلیون یورو از کمک های کشور ایتالیا به افغانستان قرار است کار ساخت این جاده حلقوی آغاز شود. نمایندگان ولایت هرات در مجلس میگویند که باید از ساخت و ساز این جاده نظارت جدی صورت گیرد. زیربنای سرک است مستحکم شود که با آمدن سیلاب و با آمدن برف ها و باران ها نشود که
اسفال پیش روی بمانه و خاکار از زیر باد و آب برده باشه. این جاده با عرض 5 متر و طول بیش از 20 کیلومتر قرار است در 18 ماه تکمیل شود. وزیر فواید عامه میگوید که ساخت این جاده در زمینه‌های رشد اقتصادی و رفع مشکلات باشندگان ایراد مهم پنداشته می شود. قسمت کیفیت اعمال سرک که خواهش ما میست که هم از قراردادی و هم از مراقبت کننده های ما که 100% مطابق معیارها و شرایط استاندارد و همون شرایطی که در شرطنامه ذکر شده و تعهدات کمپانی کرده مطابق هم از او باید عیار شود. هیچ نوع کوتاهی، ملاحظه و مسئله را مدعی مسئله قبول نکردیم و نخواهد کردیم. در همین حال سفیر ایتالیا در افغانستان میگوید این کشور در تلاش است تا افغانستان را با ساخت راه آهن در ولایت ایراد با آبهای آزاد وصل کند. ساخت راه آهن هرات به ارزش 93 میلیون یورو روی کار است و با آغاز شدن کار این پروژه افغانستان به ایران و بعد با آبهای آزاد وصل می شود و برای آینده رشد اقتصاد افغانستان مهم پنداشته می شود. تا به حال کشور ایتالیا به ارزش 275 میلیون یورو در بخش های پروژه های مختلف در افغانستان به مصرف رسانده است که بیشتر این پول ها در حوزه غرب کشور به مصرف رسیده است. مسئولان محلی ولایت جوزجان میگویند که یک کودک 12 ساله در این ولایت خودش را حلق‌آویز کرده است. فقیر محمد جوزجانی فرمانده پلیس ولایت جوزجان با تایید این خبر به رسانه ها گفته است که این کودک دانش آموز صنف ششم در شهر شبرغان بود. در همین حال مغفرت رحیمی رئیس حقوق بشر ولایت جوزجان گفته است که این کودک به دلیل فقر و تنگ دستی دست به خودکشی زده است. بر اساس ارقام حقوق بشر جوزجان در سال جاری این ششمین خودکشی و مرگ های مرموز در این ولایت است. یک ملا امام دیشب در ولسوالی حصه دوم کوهستانات ولایت کاپیسا از سوی مردان مسلح ناشناس به قتل رسیده است. محمد عظیم کوهستانی فرمانده پلیس ولسوالی حصه دوم کوهستان میگوید که مردان تفنگدار ناشناس شب گذشته این ملا امام را پس از ادای نماز خفتن در روستای قلعه رگی ولسوالی کوهستان تیرباران کردند. آقای کوهستانی میافزاید که تحقیقات ابتدایی پلیس نشان می‌دهد که خصومت‌های شخصی باعث قتل این ملا امام شده است. به گفته وی تحقیقات برای ردیابی عاملان این رویداد آغاز شده است. این هم چند رویداد خبری جهان. نمایندگان کره شمالی و کره جنوبی توافقنامه‌ای را برای پایان دادن به شرایط جنگی در مرز دو کشور امضا کردند. این توافقنامه پس از 2 روز مذاکره فشرده امروز به امضا رسیده است. بر اساس این توافقنامه کره شمالی از زخمی شدن نظامیان کره جنوبی در برخورد با ماین زمینی در مرز دو کشور ابراز تأسف کرده است و کره جنوبی نیز پذیرفته است که بلندگوهای مرزی را برچیند. در همین حال کره شمالی موافقت کرده است که به وضعیت شبه جنگی در مرز با کره جنوبی خاتمه دهد. هفته گذشته کره جنوبی اعلام کرد که 2 نظامیان کشور در اثر برخورد موتر آنان با ماین زخمی شدند و کره شمالی را مسئول کار گذاشتن این ماین ها دانست. مقام های کره جنوبی در واکنش به این انفجار با نصب بلندگوهای تبلیغاتی در مرز با کره شمالی پس از 11 سال این بلندگوها را بار دیگر به کار انداختند. از این بلندگوها برای پخش مطالب تبلیغاتی استفاده می شود و ساکنان مناطق مرزی کره شمالی به خصوص نظامیان مستقر در مرز را مخاطب قرار می دهد. حالا با وجود توافق دو کره برای کاستن از تنش های اخیر، کره شمالی ماین‌گذاری در مناطق مرزی را انکار کرده و با صدور اعلامیه‌ای گفته است که مسئولیت این اقدام را بر عهده نمی‌گیرد و تنها از بهر زخمی شدن نظامیان کره جنوبی متأسف است. نمایندگان کره جنوبی در مذاکرات اخیر با کره شمالی از این اقدام کره شمالی استقبال کرده‌اند.
عذرخواهی کوریای شمالی در مورد حادثه مانگذاری مرزی و وعده تلاش برای جلوگیری از تکرار حوادث از این نوع و خودداری از افزایش تنش مرزی بسیار مهم و معنادار است. نمچگن بیجنسانجگین ساته گا بلسنگاجی انن هن مذاکرات برای کاستن از تنش‌ها میان دو کوریا روز شنبه در منطقه غیرنظامی حایل بین دو کوریا آغاز شد. پیشتر کوریای شمالی تا شامگاه روز شنبه به کوریای جنوبی مهلت داده بود تا بلندگوهای مرزی را خاموش کند و در غیر اون صورت در انتظار واکنش مناسب خواهد بود. با این همه بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از این توافق استقبال کرده است و مقام‌های آمریکایی نیز از آن با عنوان نشانه امید برای کاهش تنش‌ها در منطقه نام بردند. در ادامه ورود مهاجران به اروپا نزدیک به 130 کودک و نوجوان وارد سیسیل ایتالیا شدند. بر اساس گزارش‌ها این افراد بدون سرپرست هستند و بقیه مهاجران جدا شدند و در مرکزهای ویژه از آنان مراقبت صورت می‌گیرد. در همین حال گزارش‌ها می‌رساند که تنها روز دوشنبه تعداد مهاجران نجات یافته از سواحل ایتالیا به بیش از 500 تن رسیدند. به این ترتیب تعداد کل مهاجران که طی چند روز اخیر در ایتالیا نجات داده شدند به 4400 تن رسیده است. با این حال فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سفر خود به استونیا گفته است که کشورهای اروپایی باید با چالش مهاجرت به اروپا به صورت مشترک مبارزه کنند. دبیر کل فدراسیون فوتبال کشور می گوید که تکت های دیدار تیم های افغانستان و ژاپن با قیمت های 20 تا 50 هزار تومان برای علاقمندان تیم ملی فوتبال افغانستان فروخته خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان روز 17 سنبله در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم ملی فوتبال ژاپن خواهد بود. علی رضا آقازاده دبیر کل فدراسیون فوتبال کشور می گوید که هزینه های اجاره ورزشگاه آزادی از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان پرداخت شده است و این دیدارها با حضور 35 الی 40 هزار تماشاگر از شهروندان افغانستان در این ورزشگاه برگزار خواهد شد. قیمت تکت های این مسابقه نیز همانند دیدار افغانستان و سوریه در اختیار هواداران تیم ملی فوتبال افغانستان قرار خواهد گرفت. این بود مجموعه خبری 53. بقیه وقت سان خوش شام خوش داشته باشید. خدا نگهدار.